درباره اونکالو در فنلاند چیزهای زیادی شنیده اید، اما شاید ندانید بودن در این گورستان هزار توی پسماندهای هسته‌ای چه حسی دارد و چقدر هیجان انگیز است. در ظاهر فقط یک تونل است، اما جای بسیار جالبی است. اونکالو در فنلاند محل نهایی دفن صدها هزار تن زباله رادیواکتیو برای صدها هزار سال خواهد بود. سوخت مصرف شده در نیروگاه هسته‌ای فنلاند در اونکالو انبار می شود. فنلاند 30% برقش را از راکتورهایی مانند این راکتور تأمین می کند. وقتی کار ساخت این راکتور به پایان برسد، یکی از بزرگترین نیروگاه های هسته‌ای جهان خواهد بود. فکر می‌کنم همیشه بهتر باشد سوخت هسته‌ای مصرف شده را درون بستر صخره سنگی و در عمق 450 متری قرار داد. این وضعیت خیلی بهتر از محل استقرار موقت آنها در انبارهای سطح زمین است. دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال یافتن راهی برای حل مشکلات ناشی از دفن زباله‌های هسته‌ای هستند. ضایعات هسته‌ای در فنلاند در عمق 450 متری دفن می شوند. چند متر باید پایین بروید تا دیگر نشود پایین تر رفت؟ آیا طبقات مختلف وجود دارد؟ بله، 135. واقعیت این است که سوخت مصرف شده در ماده حائل بنتونیت حبس می شود. پس از آن تمام تونل با گل بنتونیت پر می شود. و سپس تقریباً هر جا که چرخ تنده ها قرار دارد، دیوار عظیمی از جنس بتن مسلح ساخته خواهد شد. و بالای همه اینها هم 400 متر صخره سنگ است که سوخت را از دنیای بالا جدا می کند. تغییرات در بسترهای سنگی آهسته و قابل پیش بینی است. در این تونل آزمایش های زیادی برای بررسی واکنش سنگ ها به گرمایی که سوخت هسته ای آزاد می کند انجام می شود. به عنوان زمینشناس به بسترهای سنگی فنلاند که میلیون‌ها سال از عمرش می‌گذرد اعتماد دارم. سعی می‌کنم به مردم بفهمانم که میزان تابش به شکل نمایی کاهش خواهد یافت. مردم اغلب این سوال را مطرح می‌کنند و احساسشان این است که این زباله‌ها مثل بمب ساعتی است که می‌خواهید میلیون‌ها ساعت پنهان کنید. مثلا 400-500 سال دیگر میزان تابش آنقدر کم است که می‌توانید این زباله‌ها را با دست بردارید و گوشه اتاق نشیمنتان بگذارید. میزان تابش آنها در حد میزان طبیعی تابش در طبیعت خواهد بود. اما خب کاهش نمایی دوم طولانی دارد، یا هر نامی که بخواهید به آن بدهید، و هر بار 400-500 سال طول می کشد که میزان تابش باز هم نصف شود، که خب زمانی طولانی است، اما در اون موقع میزان تابش خطرناک نیست.